سلام به شما دوستان عزیز، من اومدم با یه ولاگ دیگه. این ولاگ ولاگ روزانه است که من میخوام 2 روز شما رو همراه خودم کنم. الان داریم با سلمازینا میریم باغشون، بریم اونجا، بعد دیگه فردا حالا یه برنامه دارم، شما هم کنار من این دیگه. خیلی دوستتون دارم، تا آخرین ولاگ همراه من باشید. ماشین درگاهش آره این ماشینا سنگ میکشن بهتر تو خدا میگیره. ما اومدیم کلبه سلمازینا دیگه، چون سلماز جون بلاگ گرفت من با جزئیات نذاشتم براتون. ایشالا تو کانال اون نگاه میکنیم بلاگو دیگه. بعد کلبه هم قراره بریم منجیل، اگه تایم بشه با محمد میخوایم بریم کافه یکی از دوستاش که تازه افتتاح کرده چند روزه. گفتم به شما هم نشون بدم دیگه، حالا همراه من باشین که شب قراره بریم اونجا. شادی و صدرام همچنان دارن با هم دیگه بازی میکنن، ما هم یه چای خوریم. آقا سعید چای گذاشت رو آتیش. آره سمام برامون املت درست کرد و یهو آقا سعید فتوا داد گفت بذار کته بذارم. بعد دیگه الان اومد داخل کلبه کته درست کرد، منتظریم کتهشون حاضر شه که املت رو با کته بخورن. این که فقط منظره پشت من رو ببینین چقدر قشنگه. گذاشت دیگه بخوریم بریم. خوشگله، ما دیگه داریم میریم. خدافظ. چقدر اینجا ترسناکه، فکر کن شب شده داره الان تاریک میشه. ما دیگه از کوه برگشتیم خونه، محمد هم یهو براش کار پیش اومد، یعنی زنگ زدن از سر کارش گفتن باید بیاین امشب. دیگه داداشم حاضر شده رفته، اومدم دیدم داداشم نیست که قرار بود با هم بریم کافه دیگه، حالا نمیدونم کی بیاد. بهش زنگ زدم ولی فعلا جواب نده. من اومدم تو اتاق به خاطر اینکه مامانم داره با صدای بلند سریال محبوبش رو نگاه میکنه دیگه. منم چون خواستم همین الان بلاگر بگیرم خیلی عجولم، گفتم بیام داخل اتاق که صدا اذیت نکنه. بعد سلماز جون برای من و شادی و فری و خودش دستگاه وافل ساز خریده. زود نشون بدم دستگاه وافل ساز خریده، چقدر خوشگل و کوچولو و ناز، چون داغه من اینجوری گرفتم. بعد من امروز خیلی ذوقشو داشتم دیگه، خودتون میدونین چقدر بافل دوست دارم، خیلی ذوق داشتم افتتاحش کنم، تازه به دستم رسیده. بعد موادشو آماده کردم بعد ناهار، گفتم وافلا رو درست کنیم تست کنم. اصلا قصد خوردن اینا نداشتم، یعنی میخواستم فقط زودتر این دستگاه رو تست کنم ببینم واقعا وافلش اونجوری میشه یا نه. بعد دیگه موادشو که آماده کردم یهو برنامه‌مون عوض شد که بریم باغ، چون دیگه می‌خواستیم قبل تاریکی برگردیم. سریع آماده شدیم که بریم، وقت نبود مثلا من می‌خوام وافلا رو درست کنم. ریختم موادشو تو این ظرفای دردار، گذاشتم یخچال، گفتم شب بیام بریزم توش. حالا نمیدونم چه جوریشه چون چند ساعت تو یخچال مونده، استرس دارم یه ذره خوب نشه. ولی خب گفتم بیام تو اتاق قشنگ با حوصله اینا بشینم درست کنم.
شما هم همراه هم باشین دیگه. اینم که من گذاشتم اینجا، الان زدم برن یه ذره داغ بشه. داغ که شد موادمو میریزم داخلش، ببینیم چه جوری میشه، چه صدایی میده، چرا پوش شده. داغونه خوب شه. بودنشو ببندم، بد نشه، یه جوریه، استرس گرفتم. نمیدونم این بخاری که ازش میاد بیرون میبینین یا نه، ولی ایشالله که نمیسوزه. الان جرات ندارم درشو باز کنم، چون فکر کنم اصلا وقتش نیست، باید روش کامل سرخ بشه. اصلا روغن نداره اصلا. یه دونه تخم مرغ با نصف پیمونه شکر با هم دیگه هم زدم، کامل که مثلا حجم گرفت، با هم چنگ با چیز بازی هم زدم، دستی ها نه هم زدم برگه، مثلا راحت هم زدم. بعد دوباره بهش چیز اضافه کردم، یه پیمونه آرد، یکم بیکینگ پودر، مثلا یه چای قاشق، بعد یه مقدار هم وانیل بهش اضافه کردم. بعد دیگه اینا رو که مثلا با هم دیگه هم مخلوط کردم، یه مواد غلیظ میشه، با شیر رقیقش کردم تا به این غلظت برسه. فکر کنم از این باید یه ذره رقیق تر باشه، یه زور مونده توی یخچال، انگار یه ذره غلیظ تر شده. بعد دیگه حالا موادش حاضر شد، میریزین داخلش دیگه، حالا ببینیم چی میشه. من دارم تازه به شما آموزشم میدم. سلماس فکر کنم آموزشش رو گذاشته تو چنلش، نمیدونم، نگاه نکردم. او این اینجوری شد، فکر کنم همون وقتش بیرون سوزه یا خدا. الان میخوام باز کنم. وای چه خوشگل شد، بذار برش دارم. وافل آلیمون. خب وافلمون آماده شدن. دست سولماز جون درد نکنه با این دستگاه بامزهش. یکیشو من خوردم، یکیشم مامان خورد. 6 تا بهم وافل داد، این مقدار موادی که بهتون. صبح بخیر، الان صبح روز بعده. من بیدار شدم، دارم میام دانشگاه امتحان بدم. این چون الان امتحانای دانشگاه شروع شده، ترم بهار. بعد این که دیگه الان دارم میام امتحان بدم، اون درسی که امروز دارم خدا شد قوتش میان ترم دارم، نیاز نبود حالا خیلی بشینم بخونم و اینا، دیگه این یه دونه رو میرم همینجوری بگذرونم، ولی امتحانای بعدیمو باید بشینم بخونم. یه ذره از این به بعد داستانم تازه شروع میشه. گل حاضر شدم، دارم میرم به سمت دانشگاه. فکر میکنم کلنم 5 دقیقه وقت دارم. آره دیگه خلاصه برم امتحانم بدم بیام که روز اول هفتمو شنبمو شروع کنم. خب امتحانم تموم شد، انقدر نرفتم دانشگاه، اصلا من اونجا میرم اصلا نمیشناسن، هی مثلا چند بار میان هی میگن کارت ورود به جلسه که مثلا نگاه کنم ببینم خودم هم اومدم مثلا امتحان بدم یا کسی هم مثلا جایی کسی دیگه اومدم امتحان بدم، هی چک میکنن خیالشون راحت شه. چون من کلاس ها رو شرکت نمی کنم، فقط مثلا امتحان ها رو میرم معمولا. بعد دیگه اینجوری حالا از این به بعد تایمم آزادتره، تصمیم دارم کلاسارم تا جایی که میتونم و وقت میشه برم. ولی این ترمو دیگه نرفته بودم کلاساشو، یه سریار میان ترم دارم یه سریار میان ترم ندارم، باید بشینم بخونم دیگه. امروز حالا رفتم خدا رو شکر پاس کردم، دیگه امتحانای دیگه هم چند روز دیگه شروع میشه. من ظهر دیگه اومدم خونه، یه ذره استراحت کردم، کارامو انجام دادم، الان اصلا حس بیرون رفتن نبود. یهو برنامه‌مون عوض شد، قرار شد بریم کافه، چون دیشب محمد براش کار پیش اومد دیگه نرفتیم. الان من و مامان حاضر شدیم،
سلام. آره محمدم خودش جدا رفت چون بیرون بود از قبل، گفت من میام اونجا شما هم بیاین. شادی هم الان داریم میام دنبالش که با هم دیگه بریم کافه. منم دیگه یه ذره اینجوری ست آبی زدم با اونجا ست باشم. سلمازینا هم قرار بود بیاد، کلا قرار بود همه با هم بریم چون یکی از دوستای صمیمی محمد کافر زده، بعد از همون خواست که بریم اونجا، همه همونو دعوت کرد که بریم اونجا، هم مثلا حالا برای دوستش مثلا استوری بذاریم و اینا ازش حمایت کنیم. دیگه شادی اون داره میاد ولی سلمازینا برایشون چون سما امتحان داره امشب اصلا شرایطش جور نشد که بتونن بیان چون خیلی یهوی شد کلا. حالا امشب داریم میریم ایشالا یه طبعا با سلمازینا بریم دیگه. حالا شادی منتظره، داره دیر میشه. خب ما رسیدیم، اینم برادر جان که اینجا منتظر ما بود. بریم داخل. به شما باید سفارش بدیم. چه خوشگله. شبوری از کلاس اول با محمد جان هم کلاس بود. آخه اعصابش خورده چون یه انگشتری که خیلی دوستش داشت و تازه امشب فهمید اون روز که رفته بودیم عکاسی از دستش افتاده. حالا فردا قراره بریم بگردیم پیدا کنیم. شاله به وقتش باگیر کنید. ان شاء الله به وقتش. ان شاء الله خود جون جان بالا اوکیه. واو خدا من خودم بود. من اشتباهی دیگه نمیدم. تو به نظر خب دوستان اینجا کافه دوستان محمد شکوفه. البته نمیدونم سابسکرایبره شما میتونن اینجا تشریف بیارن یا نه، ولی اگه بتونن تشریف بیارن قدمشون چش خیلی خوشحال میشه. بله اگه بیان شما مسیرشون منجل میخوره. حتما اینجا سر بزنن. حتما بیان کافه مون. ضرر میکنن اینجا دیگه. چه تبلیغ میکنه باید دوستش باش همه از این رفیقا داشته باشن. کافه مون. اینم ببینید دکورشون هم ماهه. اومدیم منجی مثل خودشون ماه. محمد میگه مثل خودشون ماهه. خیلی خوشگله. الان خیلی چیز شد ترند شده تو اینستاگرام من دیده بودم. نوشیدنی همون هم آوردن. ببینید کابوچیناشو. به خاطر اینکه خیلی دیر شده بود یه هایی اومدیم دیگه موجودیاشون تموم شده بود. من کابوچینو گرفتم، مامانم شیر کاکائو، شادی هم چای. یه بخوریم کم کم بریم خونه. اومدیم یکم استوری گرفتیم برشون گذاشتیم، تگشون کردیم. ایشالله که دوستان ببینن حتما بیان اینجا. ایشالله این ماه خوشگه ماه در ماه شد. آره سه تا ماه شما دارین میبینین از رو چهار تا. سه تا حالا ماه اینجا کنیست یکیش هم بیرون بایستاده اون یکی ماه برادر گرم. چهار تا ماه دیگه. سه تا ماه یه دونه محمد یه دونه هم این ماهه. حالا یه دونه شما افتاده اینجا شده پنج. خوال که میره این همه راه ها معلومه سایه آبی زدم. چون معلوم نیست شما از نزدیک ببینید. دوستان اینجا طبقه بالا هم داره، خانم ها مثلا میتونن برن راحت باشن. اینجا هم که پایینش هم که حالا همه میتونن بشینن دیگه، ما به خاطر این ماهه پایین نشستیم. نمیدونم مثلا بالاش هم داره یا نه، حالا از محمد میپرسم. نه خیلی خیلی ممنونم محمد، بیدم از ظرفا رو جمع کن. ظرفا هم بشورم؟ بله ظرفا رو بشور ببینم. آره اینجوری نبرد یه ذره کافه داری و تو تجربه کن. حالا مغازه ما که ظرف جمع نکردی همش نیم ساعته اومده به فرار.
محمد، مغازه ما از این کارا نمی کردی؟ دیگه بعد یاد می گرفتی فردا با سمایندت خوب بود. اینجا دستو شد یه چای دیگه. خیلی ممنون آقا. برو بگو حرفی گذار انشالله محمد جان با نامزدش بیاد انشالله. آره اینجوری میکنم یه از الان خرشای گفتن نمیم. آره آره دست به دست هم دارید. کیه؟ اینا یه چیزی میدونن که ما بکنم دوستاش یه چیزی میدونن ما نمیدونیم. مطمئنی؟ باشه فردا من یکی معرفی میکنم. من و دوستم اومدیم الان اینجا، من پارک کردم داریم میریم داخل بازار. اینجا یه بازار محلیه که دیگه هر یک شنبه برگزار میشه، همه از شهرهای مختلف، حالا یکی میوه میاره، یکی پارچه میاره، همه چی دارن دیگه. حالا میریم بهتونشون میدم. خب فقط اینجا ببینید چقدر بانمکه، به خاطر بادی که منجل داره همشون مجبورن چادر ببندن. الان دارن چادرشون رو میبندن. یه کلبس داره، من دوباره یه کلبس بخرم. بیار محلی. آره خیلی خراب یه رو بودم شد لسکه درجه یه. من تهران بودم، میرفتم تجریش از این کنفرانس بیا همش. بعد اینقدر قیمت اسم الله خوب بود، 10 تومن بود. من قیمت هم دارم به خوب باز هم آره دیدم. اینجا همه رنگی شده کارتونو، بدبخت رو انداختم تو زنگ رنگ کرده. آره بابا بیچاره را جابه رنگ گرفته. اومدیم فرنگه خریدیم همه اشتار اینا رو. آره مثلا آفرین، ولی خب خیلی بازم بر دلمه درشته و ببین توش دون داره. اصلا داشتم آلبالو هم آوردن، دم پایی هم داره ولی قشنگ نیست. زردالوش هم الان ملنا ترشه. نه الان اولی نوبری آخه. خب مغازه میبینا میشه فرق میکنه، ولی اینا الان این بد نیست زردالوش. من هم بدونی مطمئنم میگه سبزی خوردم. خب میخواستی بگی شده 120 اون آره. انا خانم فهمم که من از اون دارم میرم. آره فهمم که از این جاسوس هستن. یا این مرم داریم سرش نه 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 این کباب‌پزو چه قیمتن؟ موتور داره اونا. آره اونا 14 سیخه، هم خودش هم سیخ داره برای جوجه. با خرید که ما میایم پیاده روی می‌کنیم سمتش نزدیک به اینجا. می‌دونم میشه کمک بمیشه بخوریم. چیو؟
موردم. خیلی گرمه. را رفتیم البته میلرزم. نه خیلی گرمه. رو هم رفتیم. حرکت. زدم داشبورد ماشینه و شکونده تو هوای. باشه بابا نمیخوام بیام که. حجاب اسلامی رو هم رفتیم. خب ما خریدمون رو کردیم. اومدیم الان مغازه دوستم چون باید مغازه‌شو ساعت 10 باز میکرد. دیگه الان اومدیم اینجا، الان گفتیم یه آب خنک بخوریم، شربت بخوریم، بعد من دیگه برم خونه خریدار ببرم، سبزی گرفتم با مامان پاک کنیم. بعد امروز غروب حالا رفتم خونه بهتون میگم داستان چیه. من اومدم خونه ظهر، بهتون گفتم که داشبورد ماشینم رو زدم بعد باز کردم، اون لبش شکست دیگه، مثلا اون اهرمش گیر نمیکنه که درش بسته بمونه. بعد رفتم تعمیرگاه نشون دادم اون قطعهشو نداشتن، گفتن یه روز دیگه بیا. دیگه حالا اومدم خونه و دوش گرفتم و شادی بنده خدا هم روز تولدش ما رفتیم یه جایی سمت چیز لوشان میشه، مثلا رفتیم تو طبیعت یکم عکس بگیره برای تولدش و اینا، من اون روز ولاگ نگرفتم. بعد شادی که حالا تو گلا نشسته عکس بگیره و اینا، ظاهرا انگشترش که حالا انگشترش هم تقریبا بزرگ بود عدسش افتاده تو اون گلا و چمنه و اینا، اصلا متوجه نشده. دیشب که ما میخواستیم بریم کافه یهو یادش افتاد که انگشترش نیست، که هر چی گشت دیگه پیدا نکرد و نشستیم عکس‌ها رو نگاه کردیم ببینیم تا کجا تو دستش بوده، کی درآورده و اینا، متوجه شدیم همونجا. از یه جایی به بعد دیگه انگشتره دستش نیست، از یه جایی به بعد هست، به قبل هست دیگه هیچی. شادی و مامان محمد ستایی با هم دیگه رفتن گشتن اونجا رو مثلا نگاه کنن ببینن انگشتره کجا افتاده و اینا، که اصلا خیلی واقعا از بدشانسیش همین امروز اونجا رفتن دیدن که یه تراکتور داره اونجا رو شخم میزنه. اصلا از این زمینایی بود که اصلا فکر نمیکردی کسی بیاد سراغش. امروز یهو رفتن تراکتور گفتش که اگه نیم ساعت زودتر اومده بودین میتونستین شاید پیدا کنین، ولی من دیگه مثلا شروع کردم اینجا رو شخم زدم، بعید میدونم بشه پیدا کرد لای این همه خاک و اینا. دیگه باز بنده خدا یارو به خاطر اینا یه دور شخم زده بود ولی پیدا نکردن و دیگه دست خالی برگشتن خونه. یکم سیستمشون به هم بود دیگه. منم تو این فاصله رفتم حموم، اومدم کارمو کردم، الان میخوام برم آرشگاه به خاطر اینکه من خیلی سال پیش ابروهامو تتو کردم. تتوی اونجوری نه، میکرو کردم، میکرو بلیدینگ، یه اینجوری مثلا تارتارای مثل تار مو توی ابروام انداخت، ولی خب چون اون موقع تازه اومده بود اونقدر پیشرفت نکرده بود، نمیدونم حالا مثلا شاید حرفه‌ای نبودن یا چی، میکروهایی که برام انجام داده بود رنگش به مرور پخش شد، مثلا تاراش خیلی اینجوری پخش شد دیگه، چجوری بهتون بگم مثلا خوب نیست، حالا تو دوربین مشخص نیست، از نزدیک میشه دید. خیلی خلاصه رو مخم بود، مثلا اینجاشو خیلی بد کشیده بود تاجش و اینا رو، همش باهاش درگیر بودم دیگه، که تصمیم گرفتم اینو ریمووش کنم. یعنی مدت زیادیه همش داشتم فکر میکردم که چیکار کنم، مثلا کجا برم بهتره، چون معمولا نتیجه نمیگیرن کسایی که مثلا میرن یه سری با لیزر میرن، یه سری مثلا میرن همجوری ریموو میکنن و اینا. خیلی پیگیری کردم، یه دختره تو منجیل هست که خیلی تعریفش رو شنیده بودم، یعنی از قبلم میشناختمش و کارش خیلی خوبه، یعنی مثلا سولمازم پیشش رفته راضیه برای کارهای مثلا مختلف و اینا. دیگه تصمیم گرفتم برم پیش همین دختره، یعنی باهاش که صحبت کردم خیلی با اطمینان بهم گفتش که برات میتونم ریمووش کنم، فقط نقاهت داره، مثل اینکه حالا الان ابروی من تتوی زیادی نداره، میگم خیلی کم، مثلا قسمت هایی که یکم خالی داره رو میکرو کرده بودم قبلا، ولی به من گفتش که مثلا نقاهتش زیاده، ممکنه 10 الی 15 روز اینجا کامل زخم باشه یا مثلا قرمز باشه و اینا، باید آمادگیشو داشته باشی. برای همین من همه کارامو راست و ریس کردم، یه جوری برنامه ریزی کردم کلاسم و اینا رو، که من مثلا بتونم یه هفته استراحت کنم، تو خونه باشم، کلاس نرم رشت، نه بتونم برم این کار انجام بدم.
دیگه حالا یکی دو بارم بماند که کنسل شد، ولی الان دیگه قراره برم. ممکنه بعد از اینکه بیام یه ذره قیافم ترسناک و از این کنگیزی و اینا باشه، چون که مثل اینکه خیلی مثلا سیاه میشه و زخم میشه تا مثلا چند روز و من نمیتونم با این وضعیت بلاگ نگیرم. باید حتما کنار شما باشم، چون اگه مثلا فعالیتم تو یوتیوب یه مدت زیادی متوقف بشه، ممکن شما دیگه اصلا نیاد براتون بلاگای من. به خاطر همین من مجبورم که باشم، شما این چهره منو تحمل کنین. گفتم بهتون بگم، ازتون معذرت خواهی کنم و از تجربه‌ام استفاده کنین. من شنیدم مثلا اگه بری لیزر کنی راحت‌تر پاک میشه نسبت به ریموو و اینا، مثلا اذیت اونجوری نداره، ولی اون لحظه که لیزر میکنن، من تو خیلی از مثلا پیج اینستاگرام و اینا تحقیق کردم، همون لحظه مثلا رنگ دونه‌های ابروتون از بین میره. تا مدت ها مثل اینکه مثلا رنگ ابروتون هم میره، ممکنه مثلا ابروام به ابرو آسیب برسه. حالا نمیدونم واقعا، این چیزی که من فکر میکنم و ممکنه مثلا نه یه نفر بیاد بگه نه مثلا ما دستگاهی داریم که اینطوری نیست، یا حالا مثلا اصلا اینجوری که شما فکر میکنی نیستش. ولی من این طبق تحقیقاتی که کردم، این کاری که من الان دارم انجام میدم فقط مثلا واسه افرادیه که اولا مثلا گوشت اضافه نمیارن، یعنی بدنشون جوریه که کلوئید ساز نیست. مثلا من مثلا یه جایی زخم بشه، خب تا حالا نشده که مثلا گوشت اضافه بیاره، ترمیم شده، حالا شاید یه مدت مثلا لک شده باشه بعد خوب شده. به خاطر همین مثلا واسه اینجور افراد مناسبه. اگه مثلا یه وقت گوشت اضافه میارین، نباید این کار انجام بدین. مثل اینکه خانمای باردار و مثلا شیرده و اینا نباید انجام بدن. افرادی که یه زخمی رو بدنشونه نمیتونن مثلا تحمل کنن، اون زخم رو میکنن، اونا نباید انجام بدن، چون این زخمی که میاد رو ابروتون رو شما به هیچ عنوان نباید دست بزنین. اگه دست بزنین میگه مثلا گوشت اضافه و اینجور چیزا میاره و جاش میمونه، ولی برای اینکه جاش نمونه باید شما اصلا دست نزنی، پومودای ترمین کننده رو اونا رو اگه رعایت کنین، مثل اینکه حالا اونقدر عوارض زیادی نخواهد داشت. گفتم به شما توضیح بدم که اولا اصلا این کار رو مثلا چه کسایی مناسبه که انجام بدن. میکنم این کاری که دارم انجام میدم مثلا از لیزر برام بهتره، یه جورایی مثلا از این کمتر میترسم میتونم بگم دیگه. حالا میخوام من انجام بدم ببینیم چجوری میشه، شما هم ازش استفاده کنین. اگه یه زمان حالا تتویی یا هر چیزی که داشتین خواستین پاک کنین، بدونین که کدوم راه بهتره. حالا بریم اونجا، نمیدونم بتونم فیلم بگیرم براتون یا نه، ولی حالا میریم ببینیم شرایط چجوریه، بعدش حتما بهتون نشون میدم چجوری شد. دعا کنی که خوب بشه دیگه، یه ذره استرس دارم. البته بگم ما این مثلا اینکه کلا اینجوریه که مثلا خب چون در 15 روز که اصلا زخمه و تیره تر از حالت عادی، قهوه‌ای میشه بعد قرمز میشه بعد مثلا حالا صورتی میشه اون جای مثلا تتو اینا، تا به مرور کم رنگ میشه. یعنی اینجوریه که مثلا 2-3 ماه باید صبر کنین تا تازه نتیجه اصلی رو ببینین. به خاطر همین نمیشه مثلا من همین الان بهتون بگم. توی مثلا حالا مدت زمان طولانی تر که شما بلاگای من میبینید، خودتون متوجه میشین دیگه. حالا بهتون میگم ابروام پاک شده یا نه. بریم با من همراه باشین، لباس هم بپوشم. بیرونم اصلا هوا یه جوریه که نمیدونی چی بپوشی، همش هی یه ذره بارون میگیره یه ذره چیز میشه. من چون میخوام مانتو در بیارم با همین تیشرت خونگی میرم راحت. خب اینم از نتیجه کار. همون جایی که میبینی، نمیدونم چرا ولی گفتش که خیلی طبیعیه، ابرام خیلی سیاه شد، یعنی اون جاهایی که خیلی مثلا تراشید و اینا خطای خیلی سیاه افتاد، انگار که اصلا همین الان اومدی تتو زدی. ولی گفتش که هیچ مشکلی نداره، چون یه لایه از پوستتو برداشتن و رنگ دونا مثلا پخش شده اینجوریه، و اینکه یه پروسه طولانی داره. گفتش که یه چند روزی اصلا ممکنه حتی در حد مثلا عمل بینی چجوری کبود میشی و ورم میکنی،
گفت مثلا چند روز ممکنه انقدر نقاهت داشته باشه، زخم داشته باشه و اینا. خلاصه الان تازه بهترین حالتیه که دارین میبینین، حالا ابرام این شکلی شده. بعدش دیگه حالا مثل این که خیلی قراره بد بشه، آمادگیشو به هم داد، گفتش که باید یکم صبوری کنم تا اون نقاهت بگذره، تا این تتوهایی که حالا مثلا تو پوستمه کامل از بین بره. گفتم به شما هم نشون بدم، از تجربه هم استفاده کنین. راستش تو آرشگاه که بودم حالم خیلی بد شد، یهو احساس گلو درد کردم، احساس کردم داشتم میرفتم سرما خوردم. الان که اومدم خونه اصلا به زور دارم صحبت میکنم، انقدر گلو درد میکنه، اصلا حالم خیلی بد، نمیتونم دهنم رو قورت بدم. به خاطر همین ولاگم رو اینجا به اتمام میرسونم، حتما از شرح حالم یه ولاگ میگیرم مثلا نشون میدم، حالا اگه بشه بد قول نشم، حتما یه ولاگ میگیرم بهتون نشون میدم که مثلا حالا مراحلش رو که ابروم چجوری میشه و خودم حالم چجوره، چون الان خیلی حس بدی دارم، در این حال بدن درد دارم، گلو درد، و این ابرویی که احساس میکنم پوست نداره و انقدر پوست ابروم رو تراشید، احساس میکنم رسیده به استخونم، این خیلی درد میکنه. و این تازه بهترین حالتشه، و وقتی عکس یه نفر دیگر بهم نشون داد متوجه شدم که چقدر نقاهت سختی داره. و حالا این از همه بدتر این که من نگرانم تا امتحان بعدی دانشگاه خوب نشه، نمیدونم دیگه چجوری باید برم امتحان بدم با اون وضع. بهم گفتش که حتی امکان داره مثلا چشمات بسته شه یه روز کامل و اینجوری راه بری، چون بیشتر مثلا میکرویی که بود زیر ابروهام بود، الانم زیر ابروهام بیشتر سیاه شده، میبینین اینجاها رو بیشتر پاک کرده، وگرنه اینم مثلا ابروهای خودم همه زیرش هم یه ذره مثلا اینجوری خط خط انداخته بودم یا مثلا اینجاشو. گفتش که اوناست مثلا اونجا ورم میکنه، اینجوری میشی. دیگه حالا ببینیم چجوری میشه دیگه. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین، خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. این چند وقته خیلی مثلا با اینکه حالا فعالیت داشتم چنلم رو به پس رفت بوده، من یکم به خاطر امتحانم و اینا درگیر بودم، نتونستم خیلی محتوی جالبی تولید کنم، ولی مرسی که هستین، مرسی که حمایتم میکنین، همین که شما کنارمی برام کافیه. خیلی دوستتون دارم، مرسی که تا اینجا نگاه کردین. دیگه حالا تو بلاگ بعدی بهتون نشون میدم حالم که جوره دیگه، الان خیلی حالم بده واقعا. مراقب خودتون باشین، خدافظ.